درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم دو مرتبه و راجع به تحولات ترکیه میخوایم امروز صحبت بکنیم که نتیجه این انتخابات چی شد. به دور دوم رفت انتخابات ترکیه و رقابت سختی هم هست بین دو رقیب انتخاباتی، دو رقیب اصلی در حقیقت، و میخوایم ببینیم که الان چه خبره در ترکیه، جو استانبول و کلن ترکیه چیه راجع به این انتخابات. شهرام جان درود بر تو. درود بر شما و درود بر بینندگان کانال ارزشمند و زیبای شما. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. ما به خاطر توضیحات خوبی که شما دادی خیلی خودمونم خود منم خیلی علاقمند شدم به اینکه بفهمم که چه اتفاقی قراره تو ترکیه بیفته برای انتخاباتش. و خب انتخابات همونجور که شما پیش بینی کردی رفت به دور دوم. حالا فکر میکنی چی بشه؟ بله. چه خبره الان تو ترکیه؟ ببینید، ضمن عرض درود و سلام دوباره به همه عزیزان که دارن برنامه شما نگاه میکنن، در برنامه دومی که من با شما داشتم، افتخار داشتم در خدمت باشم، صحبت کردم که این اردوغان یک گولیه در ترکیه و من دیدم بعضی دوست نوشتن که مثلا من دارم اردوغان رو تبلیغ میکنم. اولا که خب بینندگان فارسی زبان هستن، نقشی در رأی دادن به اردوغان ندارن. من واقعیت به اصطلاح وجود این اردوغان رو برای دوستان تشریح کردم، کسی که مثل دگرگونی های بسیار عمیقی در ترکیه وجود بیاره و یک غول سیاسی هستش امروز در خاورمیانه. چه ما از او را دوست نداشته باشیم، بگوییم در واقع اخوان و مسلمین نیست، ای از چچنین است، اسلامگراست، چه خوش آمده فرق نمی کنه. ایشون در واقع میشه گفتش که حاضر رهبر شماری که جهان اسلامگران است. حالا اگه نگیم مثلا نفوذی به اندازه نفوذ آقای نتانیاهو داره، ولی میشه گفتش که الان شما هر کشوری خاورمیانه حتی شمال آفریقا برید، قوی تر از همه بود در جهان سیاست میشناسید، در جهان سیاست اشاره میکنم به اردوغان. برای کنار زدن چنین غولی باید یک شخصیت انتخاب میشد که بتواند حریف این غول باشد. تحلیل من از این انتخاباتی که میشه گفت نتایج به بارش است، میشه گفتش که دو سه دلیل باعث این شد که آقای کمال کلیچدارولو به اون رأیی که نیاز داشت دست پیدا نکنه. نخستین در واقع بر میگرده به خود شخصیت آقای کلیچدارولو. ببینید، اشاره کردم برای شکست غول شما نیاز دارید به یک غول در برابر، نیاز دارید به یک شخصیت کاریزماتیک. من به دوستان خودم در ترکیه وقتی که آقای کلیچدارولو خودش رو اعلام کرد و کاندیدای خودش رو اعلام کرد، من واقعا شگفت زده شدم. همه ما از دو سال پیش چشم انتظار آقای اکرم امام‌اغلو بودیم. اکرم امام‌اغلو یک شخصیت بسیار محبوبی هستش. دو بار تیم اردوغان رو در استانبول شکست داد پیاپی. یعنی بار اول وقتی که ایشون انتخاب شد، دولت ترکیه انتخابات رو در واقع باطل کرد، دوباره انتخابات برگزار کرد. این دفعه بهشون با یک آرا قاطع در شهر استانبول به عنوان شهردار برگزیده شدن. و حقیقت شو بگم، اداره یک جایی مثل شهر استانبول اگر نگویم به همان اندازه دشوار است که اداره کل ترکیه. یعنی پیچیدگی های بسیار بسیار خاص خودش رو داره و آقای اکرم امام‌اغلو بسیار موفق عمل کرد، چه در پروژه های شهری، چه در ساماندهی شهری که واقعا یکی از میشه گفتش که مادر شهرهای جهان هست، چه از لحاظ وسعت، چه در گونه گونه ملت ها و اقوامی که دارن زندگی میکنن. مسائل بسیار پیچیده داره استانبول و ایشون در واقع از عهده همه اینها بر اومد. یک شخصیت میشه گفتش که در این حال که انسان زیرکی هست، انسان سیاستمدار هست، سیاست نه به معنی منفیش، آدم منظورم آدم با تدبیری هست، میداند چه زمانی چه حرفی بزند، چه زمانی چه سخنی رو بر زبان نیاورد. شخصیتش کاریزماتیک هستش، عرض کردم به دلیلی که شون نوک میشه گفت حملات تیم اردوغان بود در این دو سال اخیر.
و ایشون از پس همش بر اومد. من حتی یادم هستش در ژانویه 2022 یک برف بسیار سنگینی آمد در استانبول، برف وحشتناکی که شهردار چند روز قبلش آماده باش زد. حتی از مردم خواستن که کسانی که شغل خصوصی دارن، شغل دولتی ندارن، سر کار نرن، آفیس همه مغازه تعطیل بشه. و از عصر اون روزش برف وحشتناکی در استانبول شروع کرد، اصلا چیز عجیب غریبی بودش. از همون لحظه اول ایستاده بود، پای کار وایستاده بود. حالا ایشون حالا برای تبلیغی هر چیزی اسمش رو بذاریم، شو آفر چی می‌خواد اسمش رو بذاریم، به صورت آنلاین و مستقیم داشت شو میداد. ایشون حضور داره اون ستادی که بحرانی که شکل گرفته بود، همه جا رو چک می‌کرد، به قول میاد به خیابون‌ها برفوبیا رو همه رو چک می‌کرد. وضعیت عجیب غریبی هم بود و ایشون خیلی عالی میشه کار رو اداره کردن، یا به یک معنا فرماندهی کردن و پس این کار بر اومدن. حتی اینقدر برف سنگین بود که قسمتی از سخت فوتگاه اینترنشنال استانبول ریخت، فوتگاه که به نوعی یکی از اردوغان خیلی بهش افتخار میکرد، گفت بزرگترین فوتگاه جهان رو ساختم. و وقتی این فوتگاه ریخت، تیم اردوغان شروع کردن آقای امام اغلو رو کوبیدن که شما یه دن حتی عرضه پاک کردن یه سخت فوتگاه هم ندارید. بهشون خیلی خوب جلوی اینا در اومد، گفتن فرودگاهی که سقفش قرار باشه با یک برف فرو بریزه به چه درد میخوره. به هر حال نوع رفتارهای ایشون، حرکت هایی که میشد، همه این نگاه رو داشتن که آقای امام اغلو یا حداقل آقای منصور یواش، یا به قول ما ایرانی ها یواش که ایشون شهردار بسیار محبوبی هستن در آنکارا، کاندید بشن. یعنی همه روی این دو نفر حساب میکردن. و وقتی که حتی من یادم هستش اکتبر 29 اکتبر 2021 سالگرد سقوط ترکیه، یک رقص مشهوری هستش که آتاتورک انجام داد، که مصطفی پاشا آتاتورک با یک موسیقی خاصی میرقص، یک رقص خاصی هم انجام میده، یه حالت سمبولیک داره. و آقای امام اغلو دقیقا هم رقص رو انجام داد، یعنی یک رفتار در واقع سمبولیک بود، یه چیز نمادین بود. و همه احساس در واقع همه احساس کردم بله، یعنی من دارم میخوام بشینم جا رام به پا مردم بزنم جای پای آتاتورک. ما رفتیم جلو و حتی این زمانی که احزاب ائتلاف کردن، احزاب مخالف اردوغان ائتلاف کردن، حقیقتا اونها هم انتظار داشتن که آقای امام اغلو میخواد بیاد وسط. ولی متاسفانه آقای کمال قیشدار اغلو متاسفانه ایشون یعنی خودخواهی کردن، واقعش باید گفت. ایشون فکر کردن که چون تو این دو سال اخیر آقای اردوغان خیلی شکست‌های پیاپی اقتصادی خورده و نارضایتی گسترده‌ای هم در جامعه وجود آمده، زمان این است که من وارد شوم و آن شکست‌های گذشته خودم رو تلافی کنم و بکشم بالا. حتی سر این قضیه خانم مراد شنر، رئیس حزب ای پارتی یا همون حزب خوب که از مؤتلفان مهم در واقع حزب جهبه شده بود، قهر کرد و گفته شو اگه قراره هر رئیس حزبی خودش کاندید کنه، خب منم کاندید میشم. آقای هم آقای امام اغلو هم آقای یواش رفتن پیششون، گفتن خانم اصلا ما خودمون نخواستیم، اصلا نمیتونیم. یه بهانه های آوردن، گفتن مثلا شهرداری استانبول در اختیار آکپارتی کارمند داشت، اگه ما بالا سر مثلا شهر استانبول نباشیم اینا کارشکنی میکنن، از اون داستان ها. و بعد هم باز دوباره یه جلسه ای شد و قرار شد این دو بزرگوار بشن معاونان آقای قلیشدار اوغلو، یعنی آقای امام اوغلو و منصور یواش بشن معاونان به اصطلاح اول و دوم ایشون، و ایشون اومد کاندید شد. ولی خب واقعیتش آقای قلیشدار اوغلو، میگم اون هیمنه هیبت لازم رو ندارم. ببینید مردم ترک کلن از لحاظ روانشناسی دارم میگم، انسان‌های رو دوست دارن که قدرتمند باشه، یعنی اقتدار رو دوست دارن. از آدم‌های ضعیف و مثلا سیاستمدار مثل شبیه گاندی رو دوست ندارن. خب جامعه ما هم تا چند سال پیش برعکس جامعه ترکیه بود، یعنی هر کس نیت رو به خودش میگرفت، جامعه ما متأسفانه میرفت اون سمت رو میکرد. مثلا ما میدیم مثلا مصدق در درگیری‌هایی که داره همیشه فاز مظلومیت به خودش میگیره. دقیقا خمینی قبل از پیروزی انقلاب دقیقا همیشه فاز مظلومیت میگیره. یا مثلا خاتمی، میرحسین، روحانی،
اینا با این نمایشات میتونستن ملت به خودشون جلب کنن. من این نقل قولی بکنم از ابراهیم یزدی که به یکی از دوستان من گفته بود که همیشه سعی کنید توی سیاست مظلوم باشید، به خاطر که مردم ایران از لازم چون تو ذهنشون همیشه امام حسین هست، آدم اماما، با این که علی رو خیلی دوست دارم ولی حسین به خاطر مظلومیت علی مختار ترجیح میدن. شما همیشه سعی کنید ادای آدم مظلوم در بیارید. آقای خلیشتر اغلام دقیقی همچین کاراکتری داره. یعنی یادم میاد پارسال بود، یعنی برقا که دفعه رفت بالا، ایشون برگشت مبارزه منفی شروع کنه، رفت اصلا گفت من پول برقم نمیدم، برقم هم قطع کنم میشینم. یادم از برق خونش هم قطع کردم و ایشون لایو گذاشت گفت رفقا من بدون برق میشستم تو آشپزخونه. خب بعد شما هم پولو ندید برق قطع کنم ببینید تا کتا کجا میتونم پیش برم. خب نه، مردم تو که این نمایشات رو دوست ندارن، مردم تو که اقتدار رو دوست دارن و آقای امام اغلو این اقتدار رو خوششون داده. یکی این بحث هسته، یک بحث روانشناسی دیگه هم که حزب جمهوری خلق یا همون جهته از اون قاتل حقیقت که کینه ها و عقده های تاریخی آناتولی یا قسمت آناتولی مرکزی ترکیه است. من توی نقشه که حالا در تصویر میبینید این توی این نقشه ببینید قسمت های مرکزی ترکیه همه در واقع به سمت آکپارتی رای دادن، چه در مجلس چه به خدای اردوغان و قسمت در واقع جنوب دریای سیاه که کارادنیز. اگه اون برنامه من رو دوستان دیده باشه، من رو قسمت اول و دوم، من ویژگی دو قسمت رو گفتم، گفتم قسمت مثل کارادنیز یا دریای سیاه، مثل ترابوزان، مثل سامسون، مثل گرسون، همه اینا تعصبات مذهبی شدید دارن و تعصبات ملی شدید دارن. قسمت مرکزی باز هم مذهبی ترین قسمت ترکیه هستش. حالا وقتی صحبت از عقده و حقارت تاریخ میکنم اشارم به چیه؟ از زمانی که در واقع میشه گفت اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم که این انجمن ترک های جوان، ملیگرایان ترک، ملیگرایان مدرن در واقع ترک قدرت در دستشون گرفتن، تا زمان در واقع قرار جمهوریت و تا دهها بعد، این قسمت اروپایی نشین، حالا چه استانبول چه ازمیر، چه در سطح سیاسیون و چه در سطح روشنفکری، یک نگاه تحقیقی به مردم آناتولی داشتن. فازی مانند توپانهای آناتولی، جاهلها، اینها رو خطاب میکردن چون قسمت خیلی مذهبی بود و این قسمتش قسمت غرب، قسمت فرهنگی به اصطلاح میشه اروپایی ترکیه بود. این هم مسبوق به سابقه است. پیشینه این قضیه رو نگاه میکنیم برمیگرده به زمانی که در واقع کنستانتینوپل در 29 می 1453، چند روز دیگه سالگرد این قضیه، توسط سلطان محمد فاتح فتح میشه. اتفاقی که میفته قسمتی از مردم استانبول، حالا اون زمان کنستانتینوپل، بار و بندیلشون رو میبندن، کتاب های قدیمی روم رو میزنن زیر بغلشون و سفر میکنن به ایتالیا. و اتفاقا این سفر با آشنایی ایتالیایی ها با در واقع متون رومی و متون در واقع باستانی لاتین باعث میشه استارت رنسانس زده بشه. چون خیلی چیزا راجع به هنر رومی، چه چیزا راجع به فرهنگ رومی تو همون کتاب‌های قدیمی بود و اینها دنبال اینها می‌گشتن. و اون جواب چیز نسبت و تناسباته که داوینچی، میکل آنج توی معماری، توی نقاشی، توی مجسمه سازی آوردن، به نوع الگوهاش در کتاب‌های آمده بود که کتاب‌ها در مخازن کنستانتینوپل نگه داری می‌شد. رنسانس و دیگرگونی زندگی بشه از هم فتح استانبول شروع میشه. ولی دیگه خیلی آمان نه، حالا زبان ترکی رو پذیرفتن، دین اسلام رو پذیرفتن و عده‌ای از آنها زبان رو پذیرفتن ولی در پنهان همچنان مسیح باقی ماندن و مسیح هم هستن. یعنی شما میگن بیرون میگن ما مسلمانیم، ما ترکیم، ولی تو در خانه رومی هستن. اسلام بینیم میگن آک ترک، ترکای سفید، و تخمین زده میشه تعدادی اینا مثلا چه زهودی 1 میلیون نفر باشه در کل ترکیه و دست قدرتمندی هم دست سیاست اقتصاد ترکیه دارن.
اینا از همون اول نسبت ترکمن، یعنی کسایی که قبایل ترکمنی که توسط آلپ ارسلان سلجوقی به خاطر جنگ صلیبی به تدریج از آسیای میانه اینها کوش داده شدن و اینها رو در آناتولی جای دادن و مردم بسیار مذهبی هم بودن، از همون اول به دید تحقیر به اینا نگاه میکردن که اینا چه میدونم ایلات اشایر هم، بیابانی هم، وحشی هم، بدون فرهنگ تمدن هم و ما خیلی در واقع مردم با فرهنگ هستیم غیر و ذالک. و این ادامه پیدا کرد و در دوران جمهوریت به شکل دیگه ما مدرن هستیم، ما اروپایی هستیم، شما ساحل‌های دهاتی به اصطلاح چوپانان آناتولی هستیم و این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمان اردوغان. زمان اردوغان اینها فرصت پیدا کردن خودشون رو نشون بدن. اردوغان این وقت اینا فراهم کرد اینا بیان ثروتمند بشن، به پول از لحاظ اقتصادی بیان بالا، از لحاظ مذهبی هم که کاملا سرکوب شده بودن اردوغان به اینها در واقع خیلی فضا رو فراهم کرد برای مذهبی ها. خب این عقده و حقارت اون کینا تموم نشده، یعنی این هنوز به جهبه. من یادم از پارسال نوامبر 2021 بود، بله، من صحبت میکردم راجع به گرانی ترکیه بود و من گفتم که امیدوارم دوتای کمام چیز بیاد آقای امام اغلو بیاد، چون خیلی من بهش امید داشتم و ترکیه یک نفسی بکشه. گفتم خیلی ناراحت شد، گفت چه جهبه ای؟ جهبه چیه؟ اجازه ندادن یه دونه ما اذانمون رو به ترکیه بگیم. بعد اقتصاد چی داشتن؟ اینا یه مش چپگران، چون جهت از لحاظ فکری به از لحاظ اقتصادی به نوعی اقتصاد چپ رو دنبال میکنه برخلاف آقای اردوغان که گرا هستش و به شدت لحاظ اقتصادی دنبال سرمایه بازار آزاد هستش. اونا چه خب زمان رو همه مردم فقیر بودن، بدبخت بودن، بعد برمیگشتن به ما هم میگفتن چوپانه آناتولی جمعش کن آقا چه جهته. یعنی این نگاه در مردم آناتولی مرکزی هستش، حتی با اینکه این دو سال بحران اقتصادی خیلی شدید اومده، گرانی تورم اومده، وقتی با اهالی اینجا صحبت کنیم خب آقا خب همین اردوغان بود وضع ما رو درست کرد، حالا یه بحرانی که حالا گذراست دیگه، میگذره دیگه، ما روز خیلی بدتر از اینا دیگه. و متاسفانه جهته مشکلی که داشت، یعنی این میشه گفت ضعف سوم آقای پیشتاروغلو بود، ایشون یک برنامه روشن برای آینده نمیداد. یعنی بیشتر چیزش گذاشته فوکوس کرده برای کوبیدن اردوغان، اینجا رو این کرده، مهاجرا رو آورده، نمیدونم کشور پوشده پر از پناهنده، فقط میکوبه، یعنی سلبی برخورد میکرد. سیاست ایجابی که خب آقا این میخواد بره، این رزومه 20 ساله رو داره، من قرار چیکار کنم، من چه نوع برنامه هایی دارم، و نتونست واقعا مردم قانع کنه. یعنی همون که گفتم نه جهبه تونست با مردم آناتولی مرکزی یه آشتی کنون برقرار کنه، حالا بیاد یه عذرخواهی بکنه بگه آقا مثلا اون حرف ها اشتباه بود، اون سیاست ها اشتباه بود، ما میخوایم یه راه دیگر رو برویم، و نه اینکه به قول معروف برنامه روشنی را داد. و از همه بدتر، یعنی میشه گفت ایراد چهارم این بودش که ایشون اومد شمشیر رو بست به روی در واقع کسانی که میلیاردها دلار، بدون اقرار بگم میلیاردها دلار در زمینه صنعت ساختمان در ترکیه سرمایه گذاری کردن، به ویژه در استانبول، در آنکارا و در آنتالیا. ایشون اومد گفتش که بله خارجی ها اومدن، قیمت مسکن رفته بالا و من اجازه نمیدم مثلا تا نمیدونم تا چند سال خارجی خود خونه بخرم. خب این یعنی چی؟ این یعنی تهدید کردن تمام این هلدینگ های عظیم. خب بعد من چون قضیه تخصص صنعت ساختمان 80 تا شغل ساپورت میکنه به صورت مستقیم و 300 شغل به صورت غیر مستقیم. ایشون با این کارش رو که همینا رو تهدید کرده، یعنی زندگی اینها. خب وقتی اون مهندس معمار میشه فکر میکنه اگه ایشون بیاد خب چه اتفاقی میفته، پروژه کم میشه، مهندس هم کم فکر میکنن، یعنی این آینده قشنگی رو کسی ایران نمیکنه. شد که ما دیدیم که متاسفانه اتفاقی نباید بیفته افتاد و آقای اردوغان هم با 4% خلاف تمام نظرسنجی، چون من نظرسنجی که انجام شد همیشه بین 10 تا 2% آقای رشتاروغلو فاصله داشت، حالا برعکس شد، این 4% بالاتر باشه، من دیگه 49 خورده. و حقیقتش امیدی هم نمیره، با اینکه حالا آقای رشتاروغلو یک کارزاری راه انداخته که آقای مردم ترکیه
خاک وطنمون داره از دست میره، ایشون 10 میلیون پناهنده آورده، 3.5 میلیون هم نیست، 10 میلیونه، اینا به زود زاد و ولد میکنن، تا 20 سالگی 30 میلیون یابانجی یا بیگانه توی کشور ما هستن، اگر نجنبید کشور از دست رفته. یعنی ایشون تلاش میکنه اون کسانی که معدود کسانی رن که در خانه ها ماندن و رأی در واقع رأی ندادن هم به پای صندوق های رأی بکشه. البته به نظر من تیر خلاص امروز آقای سینا اوغان کاندید مستقل که 5% رأی آورده بود و البته مشخص هم بود که ایشون به کدوم طرف گراش پیدا خواهند کرد، ایشون زدن و طرفداری خودشون رو برای دور دوم از آقای اردوغان به عمل آوردن. ایشون 5% رأی دارن، ایشون آذری هستن، در واقع نگاه های قومگرانه خیلی افراطی هم دارن. و یه چیز هم باید بدونم دوستان، برخلاف ایران که به نوعی ناسیونالیسم ایرانی در تضاد با دین هستش، ناسیونالیسم ترک، همون ناسیونالیسم ترک میشه گفتش که یه بخشش با اسلام به شدت پیوند خورده، به ویژه اون قسمت از ناسیونالیسم ملیگره ترکی که افتخار خودش میدونه. خب ما میدونیم که حالا کسانی که دوباره کمالیست هستن یک نگاه نقادانه به دوران عثمانی دارن، ولی بخش دیگر ترکیه که مذهبی ها هستن میگویند که ما در دوران کمالیست و در دوران جمهوریت دوران پر افتخاری نداشتیم، ما همیشه در واقع تو سری خور غرب بودیم، یک در واقع یک قسمت پرت از دنیای غرب بودیم، یه قسمت کوچه بنبست دنیای غرب بودیم و کشورمون پایگاه آمریکا بوده. بچه اونا باید میگفتن، ما میگفتیم چشم. در صورتی که ما در دوران عثمانی بیرقهای عثمانی، بیرقهای اسلام همه جا ما اینها رو برافراشته بودیم و غیر از بدون که در طول تا قدم ترکان سیف الاسلام بود، یعنی شمشیر اسلام. برای همینم در واقع از سال 2018 که به صورت مشخص حزب مهبه یا ملی حرکت پارسی که در واقع قومگرایان افراطی ترک هستن، اینها با اردوغان پیوند خوردن، با آک پارتی پیوند خوردن. خیلی پیش بینی ساده بود که آقای سینان اوغان هم که در واقع زمان جزء همین مهبه بود با همون افکار، شاید یه کمی تندتر، ایشون هم با به سمت آقای اردوغان گرایش پیدا کنه. البته ایشون یکی دو روز بعد از انتخابات یه سری مصاحبه‌ای کردن، حتی با مجله اشپیگل آلمان یه حرفایی زدن، حرفاش رو پس گرفتن، حرفایی که به نوعی بود مثلا حال تحقیر کردن آقای قلیچدارئوغلو بود. گفتش که آره من طرف آقای قلیچدارئوغلو رو میگیرم به شرطی که از جهپه کلا استعفا بده بیاد کنار، که این خیلی تحقیر بدی، شما به رئیس یک حزب این حرف رو بزنید، خب این خیلی تحقیر بدی هستش. یا مثلا گفتش که من به شرطی حمایت میکنم که ایشون از حمایت از کردها و پکک و تروریست‌ها مثلا عقب بکشن، و اینم باز بعدشون گفتن همشون تکذیب کرد، گفتن نه مثلا چه حرفایی نزدم و از قول خودشون نوشتن و غیر از ذالک. و امروز هم دیگه ایشون رسما دیگه دیدار کرد، عکسش توی رسانه‌های ترک منتشر شد که با اردوغان دیدار کردن و دست دادن و اعلام حمایت کردن. با این حال من نمیگم شانس واقعیت رو بگم قائل نیستم واسه آقای قلیچدارئوغلو، مگر اینکه میگم یک معجزه اتفاق بیفته. من در سپاسگزارم شهرام جان، خیلی ممنون، به هر حال همه چیز رو گفتی و ازت سپاسگزارم از وقتی که گذاشتی و تایید داری بعد. سپاسگزارم، ممنون. بدون.